واشنگتن تایمز رژیم آخوندی را بازنده دیدار هفته آینده سران آمریکا و روسیه در هلسینکی دانست و نوشت رژیم ایران که زمانی در مسیر در دست گرفتن هژمونی منطقه قرار داشت اکنون به سرعت به حاشیه رانده می شود. در واقع می توان گفت که این رژیم در حال فروپاشی از درون ضعیف شده است. واشنگتن تایمز افزود رژیم ایران همه ذخایر خود را صرف جنگ در سوریه و عراق کرده و اگر در چنین شرایطی درآمد نفتیش به صفر برسد کار آخوندهای حاکم تمام است. قاتلانی که در تهران حکومت می کنند به این واقعیت اشراف دارند. به همین دلیل ولایتی مشاور خامنه ای این هفته به مسکو اعزام شد تا بگوید با ترامپ معامله نکنید. واشنگتن تایمز در بخش دیگری از این مطلب می نویسد همزمان با منزوی شدن و تضعیف موقعیت رژیم ایران در منطقه وزارت امور خارجه آمریکا هشدار می دهد که تروریسم رژیم ایران در حال افزایش است. اخیراً یک دیپلمات رژیم ایران در آلمان برای سازماندهی و تجهیز یک سلول خفته برای طرح بمبگذاری در گردهمایی ایران آزاد دستگیر شد. واشنگتن تایمز در پایان می نویسد ملایان حاکم در تهران نباید انتظار داشته باشند پوتین آنها را نجات دهد.